کمک رسانی به گرسنگان غزه. کشتی همراه با 220 تن مواد غذایی و آشپزخانه سیار اسپانیایی در آبهای مدیترانه از قبرس به سوی باریکه غزه. در استراسبورگ فرانسه، اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در گزارش به نمایندگان پارلمان اروپا اعلام کرد کشتی کمک رسانی از بندر لارناکا راهی غزه شده است. خانم فوندرلاین وضعیت غزه را فاجعه بار توصیف کرد. همه می دانند کمک رسانی به نیازمندان غزه چقدر دشوار است. از همه راه‌ها برای کمک رسانی استفاده می شود، از جمله با راه اندازی کریدور دریایی که در رساندن کمک‌ها به غزه بسیار کارساز خواهد بود. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نقش ایالات متحده در ایجاد اسکله برای رساندن کمک‌ها به غزه را بسیار حیاتی و امیدبخش خواند. The United States will now work to set up a floating port to unload big ships. ایالات متحده در حال ساخت اسکله برای لنگر انداختن کشتی‌های بزرگ است. تا آن زمان از کشتی‌های کوچک استفاده می‌کنیم. امارات متحده عربی و شرکا تأمین مالی کمک‌ها را بر عهده گرفتند. قبرس هم امکانات بندر لارانکا را در اختیار می‌گذارد و ما در اروپا پشتیبانی‌های لجستیکی را در خشکی افزایش می‌دهیم. هم‌اکنون هماهنگ کننده اتحادیه در قبرس است. تأمین مالی و هماهنگی رساندن کمک‌ها بر عهده ما خواهد بود. در ادامه تنش‌ها در کرانه باختری رود اردن، روز سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل وارد شهر جنین در کرانه باختری رود اردن شد. از روز دوشنبه گزارش‌های دایر بر کشته شدن مروان عیسی، یکی از سه سرکرده حماس در حمله هوایی به شهر غزه منتشر می‌شود. دریادار دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش، به خبرنگاران گفت هنوز منتظر تایید گزارش‌ها در این باره است. سخنگو از خونسا شدن حمله یک تروریست از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل خبر داد. دقایقی پیش شینبت، پلیس و یگان رزمی با انجام عملیات یک تروریست که قصد داشت جنین وارد اسرائیل شود خونسا کردند. او با خود سلاح و مواد مفجره داشت. ما هر نوع تلاش تروریستی در کرانه باختری را خونسا خواهیم کرد. با آغاز رمضان و ادامه جنگ، تنش‌ها در اورشلیم شرقی و کرانه باختری بالا رفته و ارتش اسرائیل بر حضور سنگین خود در این مناطق افزوده است. حمله گسترده و کم سابقه نیروی هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله در شهر بعلبک در دره بقا در جنوب لبنان. سه حمله نیز به شهر ترایا در غرب بعلبک گزارش شده است. حزب الله پیشتر از شلیک بیش از 100 راکت کاتیوشا به شمال اسرائیل خبر داده بود. سیران شرفی، صدای آمریکا.